قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به تصاویر مربوط به بدرفتاری با زندانیان گفته خود وی به دلیل نگارش نامه به خامنه‌ای در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و ستون فقراتش آسیب دیده. تازه بندر شکنجه کردن به نخاع آسیب رسیده. خدا مداد کسانی برسه که گمنام هستن، کسی رو نمیشناسن، شبکه‌ای ندارن، دسترسی به رسانه ها ندارن، یه امر روتینی هست اصلا. و ما خیلی ها داریم تو زندان اصلا زیر شکنجه به شهادت رسیده اند. خیلی وظایف مسائل اسفباری هست در زندان های ما. آقای شعله سعدی به صدای آمریکا گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تعزیر زندانیان را شکنجه کرده و قوه قضاییه به جای برخورد عامل این وضعیت شده است. ببینید، اوائل انقلاب این بود که مردم را شکنجه می کردن که اقرار بگیرن، اسمش می ذاشتن تعزیر، در حالی که تعزیر راجع به بعضی از جرائمی هست که بعد از اینه که در دادگاه صالح طبق قانون احراز شد، اون وقت اون مجرم رو باید تعزیر بکنن، نه اینکه شکنجهش کنن که اقرار بکنه اسمش رو هم بذارن تعزیر. از اول انقلاب بوده، هنوزم ادامه داره متاسفانه، به خصوص که دادگستری ما متاسفانه به شدت تحت سلطه نهادهای امنیتی هست مثل سپاه و اطلاعات، و لذا متاسفانه علی‌رغم وجود قضات با شرف بسیار در دادگستری از دیوان عالی گرفته تا دادگاه تجدید نظر تا دادگاه بدوی حتی دادسرا، اما این قوه یک قوه بدنام شده که به زعم من بدنامترین دستگاه کشور هست الان، فاسدترینش هست. یکی از مسائلش هم همین وجود شکنجه است که قوه قضاییه به جای اینکه برخورد بکنه خودش شده عامل این وضعیت متاسفانه.